درودی دوباره به شما بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم اسرائیل پارس تیوی. پریسا هستم در یک ویژه برنامه کاملا متفاوت با دوست عزیز و گرامی اسرائیل پارس تیوی، آقای دانیل عزیز، که خوشحالیم امروز دعوت ما رو پذیرفتن، به رسانه خودشون اومدن تا در مورد نفوذ موساد در بدنه و هرم نظام جمهوری اسلامی صحبت کنیم و در مورد تحقیقاتی که ایشون به عمل آوردن. خیلی نتایج بسیار بسیار مفیدی رو میتونین از این برنامه بگیرید. تقاضا میکنم دوستان وطن پرست، هموطنان ایرانی، برنامه رو اشتراک گذاری کنید. دوستانی که در فیسبوک با ما هستید، تمنا دارم این کار رو انجام بدید تا بتونیم در حد وسیع تری آگاهی رسانی کنیم. حق ماست بدونیم در ایران چه خبره و ضمناً تلفن هم در اختیار شما عزیزانه، میتونید تماس بگیرید. دوستانی که از خارج از اسرائیل میخواین زنگ بزنین و سوال دارین یا نکته‌ای به نظرتون میرسه که در این برنامه باید بهش اشاره بشه، میتونید با شماره استودیو تماس بگیرید و یا با واتساپ اسرائیل پارس تیوی 20972502021813 که در پایین صفحه به نمایش در اومده زنگ بزنید. تلفن ها رو وصل میکنید و میتونید از آقای دانیل هر سوالی رو در ارتباط با این موضوع مشخص دارید بپرسید و بی تفاوت نباشید. دوستان سوال کنید، سوال بپرسید. بریم با دوست عزیزمون درودی بفرستیم. درود جناب آقای دانیل عزیز، خوشحالم که بعد از مدت ها موفق شدیم امروز در خدمت شما باشیم و سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. به درود پریسا عزیز، خیلی خوشحالم که دوباره این فرصت پیش اومد که بتونم با تو دوست عزیزم باشم و درود به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز و فنی بود دوستان عزیز. خب صدای شما رو داریم آقای دانیل؟ بله من صدای شما رو دارم. بله خب ادامه میدیم. بله گفتم که خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم پریسا نازنین. بله. و تمام بینندگان و شنوندگان وفادار و عزیز اسرائیل پارس تیوی و خوشحال میشم که امروز بتونیم یک برنامه متفاوت که نتیجه و حاصل سالها تحقیق در این مورد هست رو به اشتراک بذاریم با بینندگان و شنوندگان عزیز. جناب آقای دانیل عزیز، همونطور که با هم صحبت کرده بودیم، بسیار برای خود من هم جالبه در مورد نفوذ سازمان امنیت اسرائیل به نام موساد در ایران بیشتر بدونم. آیا اغراق هست؟ بعضی از هموطنان ما و کاربران شبکه‌های اجتماعی هفته گذشته نوشته بودن که مملکت به دست سربازان حضرت موسی است. میدونید که در گذشته خب میگفتن مملکت امام زمانه، به دست سربازان امام زمانه. اخیراً کاربران این گونه مینویسند، خصوصا بعد از واقعه نطنز که هفته گذشته برای دومین بار این حمله اتفاق افتاد به این پایگاه هسته‌ای. خب این بسیار قوت گرفت که چقدر موساد در بدنه هرم نظام منفور جمهوری اسلامی نفوذ کرده و چه قابلیت هایی داره، چه کارهایی میتونه اصلا در ایران انجام بده. حتما. فقط یک نکته ای رو که باید عرض کنم فریسا جان، ببینید تمام مطالبی که اینجا من خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز عرض میکنم تماما نتیجه تحقیقات و مطالعاتیه که در این زمینه داشتم و اسناد و مدارکی که از طرق مختلف به دست اومده و هیچ کدوم به منزله مواضع یا اعلام رسمی چیزی از جانب سازمان موساد یا دولت اسرائیل نیست. تمامی اینها نتیجه تحقیقاتی بوده که در این زمینه از سال 2011 شروع شده تا به امروز و اسناد و مدارکی که در این زمینه به دست اومده، اسناد و مدارکی که از داخل ایران درس کرده
بعد اینها هماهنگ شده با چیزها و خبرهایی که در این سمت بوده، راستی‌آزمایی شده و من امروز میتونم اینها رو به عنوان فکت و سند در اختیار شما دوستان عزیز بذارم. در مورد سوال تو پریسای عزیز که واقعا میزان نفوذ و رسوخ سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل در هرم قدرت جمهوری اسلامی و در بین مسئولین جمهوری اسلامی و در ساختار قدرت جمهوری اسلامی چقدر هست، خب در این زمینه قصه های زیادی هست. خب اسرائیل سریال تهران رو ساخته، از این طرف هم ایران سریال گاندو رو ساخته و هر دو دارن توی این سریال ها چیزهای رو نشون میدن، ولی واقعیتی که وجود داره و اون چیزی که طی این 10 سال من تونستم به دست بیارم اینه که این نفوذ فراتر از تمام تصوراتیه که ما داریم و خیلی عجیبه. یعنی یه جاهای آنچنان این نفوذ اطلاعاتی و درهم آمیختگی ماموران سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل با مردان جمهوری اسلامی زیاده که واقعا تشخیص این که کی داره برای کجا کار میکنه سخته، ولی خب امروز سعی میکنیم این رو باز کنیم، مثالهایی رو بزنیم و چیزهایی رو بدیم که شاید در بار اول هست که از طریق یک رسانه داره مطرح میشه. من این رو شروع میکنم بحث رو با این دانیل عزیز. دانیل عزیز من یک سوال دارم برای یادآوری، اینکه خودتون فرمودین که از سال 2011 تحقیقات شما در این زمینه آغاز شده، حالا سال 2011 خیلی خوشحال میشم که از اونجا شروع کنین که در سال 2011 چه اتفاقی افتاد که متوجه نفوذ موساد در ایران شدید. ببینید متاسفانه یا بدبختانه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی زیادی در ایران نفوذ دارند، ولی تفاوت عمده‌ای که اینها با نفوذ سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل در ایران دارند اینه که به فرض مثال سازمان اطلاعات و امنیت انگلیس مسلماً نیروهای اطلاعاتی در ایران زیاد داره، سازمان سیا نیروی اطلاعاتی داره، سازمان اطلاعات و امنیت روسیه نیروهای اطلاعاتی در ایران داره، ولی تنها 2 کشور هستند که علاوه بر نیروهای اطلاعاتی داخل ایران یک شبکه عظیم نیروهای عملیاتی دارن. یعنی فرضاً اگر سازمان اطلاعات و امنیت امریکا اطلاعاتی رو به دست بیاره و بخواد بر اساس اون اطلاعات اکتی رو و عملی رو در داخل ایران انجام بده، با توجه به اینکه اینها نیروی عملیاتی در ایران ندارند، معمولا باید از کشورهای دیگه کمک بگیرند. 2 کشور که یک شبکه عملیاتی خیلی قوی و گسترده در ایران دارند، یکیش اسرائیل و یکیش عربستانه. این 2 کشور بسیار نیروی عملیاتی در کنار نیروهای اطلاعاتی و امنیت اطلاعاتیشون در داخل ایران دارند. خب قصه از اینجا شروع شد که بعد از انفجاری که در شهر ملارد اتفاق افتاد، در اون پایگاه تحقیقات موشکی که در اون زمان حسن تهرانی مقدم داشت در مورد موشک‌های با برد بالای بالستیک، برد بالای 200 کیلومتر داشت کار می‌کرد، یه انفجار رخ داد. انفجار به حدی شدید بود که خود مردم کرج و تهران حتما یادشونه که هم در کرج کاملا این انفجار احساس شد و هم این که این انفجار در تهران احساس شد. در اون موقع جمهوری اسلامی اعلام کرد که این یه اشتباهی بوده که در حین آزمایشات موشکی رخ داده و منجر به منفجر شدن پایگاه شده، ولی واقعیت این نبود و واقعیت این بود که در اون زمان اسرائیل میاد و با یک کار اطلاعاتی بسیار زیبا از چندین سال قبل اینطور هماهنگ میکنه
ببینید شاید خیلی از مردم ایران ندونن که در کشور ایران شرکت های اپراتور خصوصی مخابرات وجود داره. 4 یا 5 شرکت در یک مقطعی در تاریخ ایران این مجوز رو گرفتن از وزارت ارتباطات ایران در اون زمان که بتونن تلفن های لندلاین، تلفن های ثابت رو به مردم بفروشن که معمولا اون پیش‌شمارهاشون هم با 9 شروع میشد. از طریق چند نفر این سازمان اطلاعات اسرائیل میاد یکی از این شرکت‌های خصوصی رو با یه رقمی، یک چیزی حدود فرضاً 1 میلیارد تومان در سال فکر می‌کنم 2010 یا 2011 خریداری می‌کنه، یک سال تقریبا قبل از این قضیه. بعد این شرکت یک مقر مخابراتی، یک ایستگاه مخابراتی داره در ملارد. از اون طرف این شرکت داره خطوط تلفن پادگان نیروی هوایی و نیروی دریایی بوشهر رو تامین میکنه. از طریق این شرکت شروع میکنن شنود کردن و تمامی اطلاعات مربوط به اون مرکز تحقیقاتی ملارد رو به دست میارن و بعد به راحتی این مرکز رو اسرائیل منهدم میکنه. منهدم کردن این مرکز خب بسیار، حالا منهای اون تلفات جانی که داشت که همیشه واقعا باعث تأثیره، بسیار مفید بود برای هم مردم ایران و هم مردم دنیا، چون عملا دسترسی ایران به موشک‌های برد بالا که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو داشتن شاید یک چیز حدود 7 یا 8 سال عقب افتاد و ایران 7 یا 8 سال فاصله پیدا کرد با دسترسی به موشک‌های برد بالایی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو داشته باشن. البته بعداً مسئولین ایرانی توی مصاحبه‌هایی به صورت خیلی محدود اشاره کردند که انفجاری که در مرکز تحقیقاتی ملارد اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن حسن تهرانی مقدم که پدر موشکی ایران هست، اینها می اومدن موشک‌های کره شمالی رو مهندسی معکوس می‌کردن، می اومدن روی موشک‌هایی که خریداری می‌کردن و به صورت قاچاق می‌آوردن مهندسی معکوس انجام می‌دادن و در حال دسترسی به تکنولوژی بودن که بتونن موشک‌های برد بالا با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو داشته باشن، که در اون زمان این حرکت اسرائیل منجر به استاپ شدن و متوقف شدن این جریان حداقل برای یک بازه زمانی 6 تا 7 شاید هم بیشتر شد. دانیل جان، عرض کنم خدمتت که هممون با این سیاست آشنایی داریم کم و بیش که اسرائیل هرگز مسئولیت این حملات رو به صورت مستقیم به عهده نگرفته. ممکنه رسانه‌های اسرائیلی مثل کان، کانال 11، 13 اسرائیل یه چیزایی گفته باشن، ولی هرگز یکی از دولت مردان اسرائیل یا آقای بنیامین نتانیاهو مستقیما نیومدن بگن فلان حمله کار ما بود. خب و هیچ وقت، همیشه هم جمهوری اسلامی اومده گفته که آقا اگر کار اسرائیل باشه ما انتقام سخت میگیریم، ولی عملا ما ندیدیم که جمهوری اسلامی انتقام سخت بگیره. و این چه نوع سیاستیه بعقیده شما؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی در طول این سالها که اسرائیل تا این حد نفوذ کرده، رخنه کرده و این عملیات رو میتونه در ایران انجام بده، آیا انتقام سخت گرفته و یا نگرفته هنوز یا خواهد گرفت؟ و چرا نمیگیره؟ اگه جواب منفیه، چرا ایران، جمهوری اسلامی، حکومت اشغالگر اسلامی از اسرائیل انتقام سخت نمیگیره؟ پریسای عزیز، این سیاست تنها مختص به حالا این عملیات هایی که در مورد ایران هست نیست. اسرائیل به صورت کلی در سطح بین الملل معمولا هیچ چیزی رو تایید یا تکذیب نمی کنه. من الان مدت هاست که در مورد مسائل مختلف
سوال میکنند، توی جامعه بین الملل مطرح میکنند، از جمله اینکه آیا اسرائیل واقعا خودش کلاهک‌های هسته‌ای و سلاح هسته‌ای داره، ولی تا به امروز هیچ جوابی مبنی بر تایید یا تکذیب اینها از سمت هیچ کدوم از مسئولین اسرائیل رسما اعلام نشده. در مورد تمام مسائلی هم عملیاتایی هم که در ایران انجام شده، اسرائیل تا این لحظه عملا از طرف دولت اسرائیل، یعنی موضع رسمی دولت اسرائیل یا سازمان اطلاعات اسرائیل، هیچ وقت مبنی بر تایید یا تکذیب هیچ کدوم از این عملیات ها نبوده. خب این یک سبکیه در سیاست خارجی و گویا تا به امروز هم جواب داده و داره با همین ترتیب جلو میره. اما در مورد انتقام جمهوری اسلامی یک نکته جالبی رو من به شما بگم که طبق آماری که وجود داره بیشتر از 2000 بار اسرائیل مواضع ایران رو در سوریه و لبنان خب مورد حمله قرار داده، به صورت هوایی بوده، به صورت انفجار که بوده، فقط در این بحث سوریه شو. و تا به امروز عملا هیچ حرکتی از سمت ایران بجز دو موردی که در مورد چند موردی که در مورد حمله به کشتی‌های تجاری بوده، اینها متعلق به افرادی بودند که حالا اسرائیلیان و یهودیانی بودند که حالا داشتن تجارت میکردن و بیزنس میکردن، عملا هیچ پاسخی به اسرائیل داده نشده. و یک نکته جالبتر رو بگم، زمانی که آقای ترامپ داشت به بحث تمدید مجدد ممنوعیت صادرات و واردات تسلیحات رو در مورد ایران میخواست که دوباره اینو تمدید کنه و ببره به شورای امنیت، یک هماهنگی با اسرائیل انجام شد و در اون هماهنگی اسرائیل قرار شد که انقدر با ایران کلنجار بره که شاید ایران از خودش واکنشی نشون بده که این واکنش منجر بشه به اینکه آقای ترامپ به راحت‌تر بتونه در شورای امنیت این بحث تمدید ممنوعیت صادرات و واردات تسلیحات رو جلو ببره. و در اون مقطع اسرائیل شروع کرد کارهای زیادی رو انجام دادن، ولی عملا هیچ گونه پاسخی از سمت ایران دریافت نشد. و این انتقام سختی هم که اینها در مورد این بحث اسرائیل و در مورد پاسخ دادن به اسرائیل میگن، به نظر من بیشتر گزافه‌گویی و صحبت هایی که مصرف داخلی داره. و الان عملا بعد از 2000 مرتبه حمله به تأسیسات و نیروهای مرتبط که گاهن نیروهای مستقیم ایرانی بودن که در سوریه داشتن به عنوان حالا مستشار، به عنوان نیروی نظامی داشتن کار میکردن، در هر جای دیگه دنیا بود و اگر یک سیستم دیگه بود مسلماً حداقل یک جواب نمیدونم حداقل یک جواب دیپلماتیک رو میتونست در پی داشته باشه، ولی عملا بعد از 2000 مورد حمله به تأسیسات و منافع جمهوری اسلامی در خارج از ایران هیچ گونه جوابی از جمهوری اسلامی داده نشده و این نشون میده که جمهوری اسلامی قادر به این پاسخگویی نیست و خودش هم تبعات این را میدونه. این که دلیلش ناتوانی جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل به نوعی. ببینید وقتی شما کار رو نمیتونید انجام بدید، چه نخواهید انجام بدید چه نتونید انجام بدید، به نظر من زیاد فرقی نمیکنه. حد اکثر کاری که جمهوری اسلامی تونست انجام بده نمیدونم اون خرابکاری بود که در هند انجام شد در نزدیکی سفارت اسرائیل و بلغارستان هم یه حرکتی انجام شد، این حد اکثر کاری بود که انجام شد. من فکر میکنم خب جمهوری اسلامی هم به درستی درک کرده که توان مقابله نظامی و رو در رو رو با اسرائیل نداره، چون برتری تسلیحاتی و نظامی اسرائیل حتی برای مسئولین متوهم جمهوری اسلامی هم یک امر خیلی واضح و روشن. تلفن داریم جناب آقای دانیل، اگر اجازه بدین دوست عزیز رو بیاریم روی خط، سوالی دارن بپرسن. بله موافقین؟ بله بله. درود بر شما دوست عزیز، روی خط اسرائیل پارس تیوی هستین در برنامه ساعتی با پریسا و دانیل، میتونین سوال خودتون رو مطرح کنین. درود بر شما خانم پریسا و
خانم محترمتون و همینطور دوست عزیزمون جناب دانیل که توضیحات رو ارائه دادن. من سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. من سوالی رو می‌خواستم مطرح بکنم مبنی بر اینکه با توجه به اینکه وجود رژیم دیکتاتوری آخوندی به عنوان قده سرطانی باعث شده که کل دنیا به آشوب کشیده بشه و هر جایی که یک عملیات تروریستی و عملیات کثیفی انجام میشه یقیناً پشتش رژیم آخوندی هم قرار داره، چرا اسرائیل و یا کشورهای غربی و یا خود امریکا همه برنامه ریزی هایی که میکنند در راستای محدود کردن این رژیم است؟ و ما این رو میدونیم تا زمانی که این رژیم وجود داره، وجود این رژیم حتی اگر بخواید عملیات هاشون رو هم محدود بکنید در جاهای دیگه دست به یک سری عملیات های دیگه تروریستی خواهند زد. چرا اسرائیل و یا کشورهای دیگه به صورت رسمی و به صورت علنی و آشکار از جریان‌های برانداز که بعد از سرنگونی این رژیم میتونه ثبات رو به منطقه برگردونه حمایت عملی و آشکار رو انجام نمیدن؟ من سپاسگزار میشم اگر این سوال من رو پاسخ بدید. بله سپاسگزارم دوست عزیز. اگر دیگه سوالی ندارید از طریق گیرندهتون میتونین بشنوید. خواهش میکنم، سپاسگزارم. سپاس از شما. بدرود. بله اینم سوالیه که من بارها از هموطنان شنیدم توی اکثر برنامه ها. جناب آقای دانیل این سوال رو از من میپرسن، خوشحال میشم نظر شما رو بدون. در مورد این که چرا اسرائیل حمایت نمی کنه، ببینید یک اسرائیل یک دولت قانونمند و دولت متحد به اصول و موازین بین المللی هست و بر طبق اصول و موازین بین المللی عملا کشور اسرائیل اجازه این رو نداره که بیاد در امور داخلی یک کشور دیگه‌ای که دارای کرسی در سازمان ملل هست و به رسمیت شناخته شده دخالت کنه. اسرائیل میتونه که بر اساس قوانین بین الملل حمایت کنه که بارها این کار رو کرده، زمانی که اون دختر خانومی که ندا اگر احساس اشتباه نکنم در اون اتفاقاتی که افتاد دوچار چیز شد، خب اسرائیل رسما حمایت کرد از اون جریان، ابراز تعصب کرد نسبت به این قضیه. ولی ببینید بر اساس قوانین و موازین بین الملل اولا نه تنها اسرائیل بلکه همه کشورهای متحد به قوانین بین الملل اجازه دخالت در این حد که مثلا اسرائیل بیاد و حکومت ایران رو سرنگون کنه یا در داخل ایران بستری رو فراهم کنه که مردم ایران مثلا به راحتی بتونن حکومت رو تغییر بدن رو نداره. از اون طرف هم ببینید ساختار قدرت در سطح بین الملل یک معادله بسیار پیچیده ایه و معمولا کشورها و دولت ها سعی می کنن و همواره تلاش می کنن که این ساختار و موازنه قدرت رو تا اونجایی که امکان داره به هم نزنن، چون معمولا به هم خوردن این ساختار و موازنه قدرت تاریخ و تجربه نشون داده نتایج خوبی رو به بار نمیاره. دولت اسرائیل هم از این قاعده مستثنا نیست و من فکر میکنم اون زمانی که دولت اسرائیل احساس کنه یک جریان متحد، یک جریان فراگیر در داخل ایران به صورت متحد و همزمان اعلام کرده که عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی میخواد بره مبارزه کنه و باعث براندازی این حکومت بشه، دولت اسرائیل هم حتما، من فکر میکنم، میگم من نه سخنگوی دولت اسرائیل هستم نه مواضع دولت اسرائیل رو بیان میکنم، ولی فکر میکنم در اون زمان دولت اسرائیل هم حتما حمایت ها رو انجام میده و در اون زمان فکر میکنم حتی اون جریان بتونه از اون امکانات و اون بسترهایی رو هم که اسرائیل در داخل ایران داره استفاده کنه در جهت براندازی. ولی وقتی که هنوز یک اپوزیسیون قوی، یک اپوزیسیونی که واقعا رهبری کنه و برایند جریان‌های داخلی جامعه ایران باشه وجود نداره، نه تنها اسرائیل هیچ کشور دیگه‌ای وارد این قضیه فکر نکنم بشه.
بله سپاسگزارم از توضیحات شما. و در مورد فخری زاده، آیا اونجا هم پای موساد و اسرائیل در کار بود؟ ببینید، فخری زاده یک نقش کلیدی داشت در بحث تسلیحاتی در ایران. آقای فخری زاده در وزارت دفاع ایران کار میکرد و کوردینیتور و هماهنگ کننده دو قسمت بسیار حساس در ساختار نظامی ایران بود. آقای فخری زاده این نقش رو داشتن که تیم و گروه و اون ساختار و اون سازمانی که در مورد بحث موشکی ایران کار میکرد و اون گروهی که داشت در مورد کار هسته‌ای کار میکرد، هماهنگ کننده و وصل کننده و نقطه اتصال این دو گروه به هم دیگه آقای فخری زاده بود. یعنی در زمانی که حالا ایران به این سمت میخواست بره که بخواد کلاهکی رو تولید کنه، بحث هسته‌ای رو داشته باشه و حالا موشک‌های با قابلیت حمله کلاهک رو داشته باشه، این اتفاق رو آقای فخری زاده هماهنگ میکرد. یعنی هم در ارتباط مستقیم بود با سازمان‌ها و گروه‌هایی که در زمینه تأسیسات و برنامه‌های موشکی ایران کار می‌کردند، هم در ارتباط مستقیم بود با اون قسمتی که در زمینه تأسیسات هسته‌ای کار می‌کردند و نهایتاً حالا برنامه این رو داشتن که بخوان روزی به کلاهک هسته‌ای دسترسی پیدا کنند. این نقش یک نقش خیلی کلیدی و حساس بود در داخل وزارت دفاع. خب عملا با حذف فیزیکی این چهره و با توجه به اینکه مثلا یک شخصی مثل آقای فخری زاده داره یه سابقه 30 چند ساله در این زمینه هست در ساختار نظامی ایران، پیدا کردن و جایگزین کردن فرد دیگه به این سادگی نیست. و بله، من هم فکر میکنم که این ترور از طرف اسرائیل انجام شد و این هم باز فکر میکنم کمکی بود که اسرائیل به جامعه بین‌الملل و مردم ایران کرد که یک زمانی رو به دست بیاورن که حالا فشارهای بیشتری در زمینه مسائل حقوق بشر یا در زمان مقتضی در زمینه براندازی بتونن داشته باشن. اخیراً یک فیلمی رو، عکسی رو منتشر کرده جمهوری اسلامی، توی همه کانال‌های خبری هم اعلام کرده که شخصی که باعث انفجار در نطنز بود رو شناسایی کردن و پلیس اینترپل دنبال این شخصه. خیلی جالبه که لیست پلیس اینترپل قابل بررسی است و خیلی از بچه‌های میهن‌پرست رفتن بررسی کردن و اونجا خیلی جالبه که نام این شخص به نام سعید کریمی اصلا وجود نداره و ظاهراً این شخص اصلا وجود خارجی نداره و در ضمن نام سعید فلاحیان وزیر اسبق جمهوری اسلامی در زمان هاشمی رفسنجانیه که در لیست پلیس اینترپل قرار داره. چرا جمهوری اسلامی متوسل به فرافکنی میشه؟ آیا باور نداره که این دروغ رو میشه؟ آیا نمیدونم شما چه باوری دارید آقای دانیل از این همه دروغگویی نظام جمهوری اسلامی و صدا و سیمای ملیشون که این چنین فرافکنی میکنن و یک تصویری که اصلا مشخصه که این تصویر حقیقی نیست و این شخص اصلا وجود خارجی نداره، شما چی فکر میکنید؟ آیا شخصی در این حمله اخیر نطنز اونجا حضور داشته و اونجا رو منفجر کرده یا این برنامه ریزی شده از طرف موساد اسرائیل بوده؟ به چه نوع حادثه نطنز در قسمت دوم اتفاق افتاد؟ این فردی رو که به اسم آقای رضای کریمی تلویزیون ملی جمهوری اسلامی معرفی کرد از طرف سازمان اطلاعات ایران، از طرف وزارت اطلاعات ایران، چند تا مطلب داره. اولا چهره این آقا چهره یه که با نرم افزارهای چهره پردازی درست شده، یعنی عکس از چهره ایشون نیست، این چهره یه که اینها اومدن با نرم افزارهای چهره پردازی و نرم افزارهایی که برای چهره شناسی استفاده میشه درست کردن و اونجا استفاده کردن. بعد نکته دومی که وجود داره که خیلی مسئله مهمیه اینه که در جریان باشید که
مسئولیت حفظ و حراست از تأسیسات هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای با وزارت اطلاعات ایران نیست. این مسئولیت به سپاه داده شده و عملا اطلاعات سپاه این مسئولیت رو به عهده داره که این کار رو به عهده بگیره. این حرکتی که انجام شد و جمهوری اسلامی این آقای رو به عنوان رضا کریمی معرفی کرد، صرفاً صاحب وزارت اطلاعات در صورتی که مسئول حفاظت اون تأسیسات و مسئول حفاظت از دانشمندان هستی خود سپاه هست نه وزارت اطلاعات. این یک نکته. مطلب بعد اینه که ببینید یک نکته جالبی وجود داره در مورد مأموریت هایی که اسرائیل در ایران انجام میده که گاهن خود مسئولین جمهوری اسلامی هم اینو میگن توی جایی. ببینید وانتی که وانت یه اسمی به اون وانت هایی که میگن وانت آبی رنگی که استفاده شد برای بهش میگن نیسان آبی رنگی که استفاده شد برای ترور آقای فخری زاده. ببینید صاحب این وانت چند ماه قبل خارج شده. خب یعنی این مأموریت به گونه انجام شده بود، اینا نرفتن که مثلا یک وانت نیسان رو از توی خیابون بدزدن آمادش کنید. خب اینقدر دقیق بوده که از قبل این آدم از ایران رفته، این ماشین اومده استفاده شده و کار انجام شده و اینطور نیست که مثلا خیلی الکی کار بکنن که جمهوری اسلامی بتونه چیز رو پیگیری کنه. و بعد نکته مهمتری که در مورد تأسیسات هسته‌ای نطنز وجود داره، ببینید اسرائیل قسمت به قسمت این تأسیسات رو در زمان ساخت، نه الان، خب اومده شناسایی کرده، نقشه های مربوط به قسمت به قسمتش رو داره و حالا چاشنی های انفجاری، ویروس های نرم افزاری، از زمان ساخت در اون تأسیسات وجود داره و تنها کاری که لازمه و تنها کاری که سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل انجام میده اینه که در مواقعی که نیاز هست که یک خللی ایجاد بشه، یک تأخیری در روند این برنامه هسته‌ای ایران ایجاد بشه، یک ویروس رو فعال کنه یا یک چاشنی رو یا یک دکمه‌ای رو اکتیو کنه و این انفجار اتفاق بیفته. خب در این زمینه هم که شنیدیم خود آقای اهد اولمرت هم اعلام کرد که این چیزی نبوده که الان اتفاق بیفته، این چیزی بوده که اونجا وجود داشته، فقط اسرائیل در این مقطع اون رو اکتیو کرده. دوستان در جریان باشن که اولین سازمان اطلاعاتی که پی به ماهیت خطرناک و ماهیت مخفی برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی برد سازمان اطلاعات اسرائیل بود. خب سازمان اطلاعات اسرائیل این اطلاعات رو به دست آورد، بعد در زمانی که خواستن این اطلاعات رو مطرح کنن با اطرافیان آقای رضای پهلوی صحبت شد که اگر ایشان مایل هستند بیان و اینها رو از طریق ایشون فاش بشه این اطلاعات. در اون زمان خب حالا به هر علتیشون نپذیرفتن. بعد از اون سازمان مجاهدین بودن که با اونها صحبت شد، سازمان مجاهدین پذیرفتن و اطلاعاتی رو که سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل داشت رو در مورد تأسیسات فوردو برای اولین بار فاش کردن. جناب آقای دانیل عزیز، ما یک تلفن دیگری داریم، تا همینجا بحث رو نگه می‌داریم، تلفن رو پاسخ میدیم. دوست عزیز خیلی وقت روی خط هستید، صدای شما رو میشنویم، بفرمایید. درود بر شما. الو. بله درود بر شما دوست عزیز، روی خط هستید، صداتون رو میشنویم، بفرمایید. درود بر بانو پریسا و آقای دانیل. درود بر شما. درود بر تلویزیون پارس اسرائیل. درود بر شما. از آقای دانیل یه پرسش ساده دارم.
میخوام ببینم این انقلابی که اسلامیه و خلالوش 57 میگن که امامش پیزوری و مقوایی از آب در اومد، حالا چطوریه که با یه مولای ولی فقیه وقیه منحوس فلان فلان شده ای که این مملکت نشسته و حکومت میکنه؟ چرا این اینقدر مثل ببر کاغذی هم کاغذی تره گندش کردین؟ بعدم اگه این علم و بیرقه توی سرزمین ما بیاد پایین، وقت دیگه کار تمومه دیگه، چرا اینقدر سختش میکنن؟ آینده ایران، ایرانیست، ناسیونالیسم ایرانی، پهلوی، مملکتمون ایران و کودکانمون رو نجات بدهیم. سپاس از این دوست عزیز. جناب آقای دانیل، داشتین صحبت میکردین که کشور اسرائیل به نوعی اول از همه پیشنهاد میدن به شاهزاده رضا پهلوی که بیان و اطلاعاتی که اسرائیل از ایران به دست آورده در زمینه هسته‌ای رو فاش کنن و شاهزاده به هر دلیلی، شاهزاده رضا پهلوی این رو نمیپذیره، درسته؟ البته این تا اونجایی که من در جریان هستم این به صورت یک مذاکره مستقیم بین حالا سازمان اطلاعات اسرائیل و دولت اسرائیل و آقای رضا پهلوی انجام نشده. این از طریق واسطه با اطرافیانشون انجام شده ولی ایشون این رو نپذیرفتن و بعد به عنوان دومین گزینه به سراغ سازمان مجاهدین خلق رفته شد. سازمان مجاهدین خلق این رو پذیرفتن و اعلام کرد. بله. خب در مورد مذاکرات هسته‌ای در وین شما چه اعتقادی دارین؟ چه منظره ای رو از این داستان میبینید؟ آیا فکر میکنید به نتیجه خواهد رسید؟ آیا واقعا بایدن به دنبال اینه که برگرده به اون توافق فرجام نافرجام برجام نافرجام سال 2015؟ یک اتفاق جالبی که در مورد این مذاکرات جدید هسته‌ای بین در واقع امریکا و ایران وجود داره این تمایل و اشتیاق بسیار بالایی که در دو طرف وجود داره در زمینه این رسیدن به نتیجه خیلی عجیبه و فکر میکنم هر دو هم این رو میدونن. اون در واقع دیگه الان از تمایل و اشتیاق از سمت دولت امریکا فکر میکنم به مرحله عجز و لابه برای رسیدن به توافق با دولت ایران رسیده و دولت ایران هم خب به خاطر تمام مشکلاتی که در زمینه اقتصادی و بین الملل داره واقعا خواهان رسیدن به این توافق هست. من فکر میکنم که این تمایل اشتیاق بالایی که در این عروس و داماد برجام وجود داره منجر به شب زفافی خواهد شد مجددن، ولی این که با چه شرایطی این عقد پیش بیاد و چه مدت دوام داشته باشه این جای صحبت داره. یک نکته دیگه ای رو هم پریسای عزیز من اشاره کنم که چند بار از من سوال شد در مورد این که ببینید یک ویژگی جالبی سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل داره برخلاف مثلا سازمان اطلاعات امنیت عربستان. شما سازمان اطلاعات امنیت عربستان اصلا یکی از روش هایی که استفاده میکنه این است که پول بسیار زیادی رو خرج میکنه، یعنی به راحتی میلیون ها دلار پول خرج میکنن تا اهداف و منافعشون رو حالا در هر کشوری از جمله ایران پیش ببرن. در زمین اسرائیل یک نکته جالبی وجود داره و اون این که سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل با حداقل پول و بودجه این کارها رو داره در ایران هماهنگ میکنه و شاید باورتون نشه در خیلی از زمینه ها
عملا پولی از سمت اسرائیل به سمت ایران نمیده. آنقدر ساختار مالی و اقتصادی در ایران ویرانه که خود آقایون در جمهوری اسلامی تأمین کننده منابع مالی سازمان اطلاعات اسرائیل هستن، حالا گاهن به صورت دانسته و گاهن به صورت ندانسته. مثلا در یک پرونده جالبی مشخص شد که ببینید در زمان انتخاباتی که منجر به انتخاب اول آقای روحانی شد بعد از آقای احمدی نژاد، یک اتفاق جالبی که افتاد که شاید مردم بد نباشه این رو بدونن، چند کاندیدا از کاندیداهایی که در اون زمان شرکت کردن عملا به صورت غیر مستقیم از سازمان موساد پول گرفتن. این حرف خیلی حرف سنگینیه و شاید بیشتر شبیه یک جوک باشه، ولی اتفاق افتاد. چطور اتفاق افتاد؟ پسر آقای عارف، حمید عارف، فکر میکنم همه ایرانی ها به خاطر اون جمله ژن خوب این آقا رو بشناسن که برگشت گفت که ما ژن خوب داریم. من یکم آدرس رو دقیق‌تر میدم. این آقا اون موقع در سرای یاسر کوچه شیرین زندگی میکرد. این از طریق یکی از حالا مامورین اطلاعاتی اسرائیل چند میلیارد تومان پول دریافت میکنه برای ستاد انتخاباتی آقای عارف، قبل از اینکه آقای عارف به نفع بقیه کاندیداهای اصلاح طلب کنار بره. اون کسی که این کار رو انجام میده میاد اعلام میکنه، میگه آقا من رفتم پول رو با آقای حمید عارف دادم، با آقای عارف رفتم در ستاد انتخاباتی آقای عارف در یوسف آباد، با آقای عارف هم دیدار کردم، خیلی تشکر کردن از پولی که از ما گرفتن و کلی احساس مدیونی کردن و ما این پول رو به اینها دادیم. بعد یه مبلغی از این پول موند، زمانی که ایشون داشتن چیز میکردن این پول از ستاد انتخاباتی آقای عارف منتقل شد به ستاد انتخاباتی آقای روحانی. حالا منشأ پول کجا بوده؟ منشأ پول اسرائیل میاد یک شورتکات هایی رو در داخل نظام بانکی ایران به وجود میاره، یعنی همون چیزهایی که اینها به عنوان اختلاس و اینها مطرح میکنن، در بین این اختلاس ها اینها میان حالا یه سری پول ها رو از طریق افرادی که دانسته یا ندانسته، چون خیلی از این افراد حتی نمیتونن که دارن برای سازمان اطلاعات اسرائیل دارن کار میکنن به صورت ندانسته، پول رو فراهم میکنه در اختیار یک نفر دیگه میذاره، اون نفر این رو میبره در اختیار آقای حمید عارف میذاره، آقای حمید عارف اینو میبره پیش آقای عارف، بعد هم از طریق آقای عارف این برمیگرده به ستاد انتخاباتی آقای روحانی. خب این از لحاظ اطلاعاتی و امنیتی یک فاجعه در سیستم و نظام امنیتی یک کشوره که داره اتفاق میفته و این خیلی ساده در ایران داره اتفاق میفته. دانیل جان، من یه چیزی رو اینجا نفهمیدم، اگه ممکنه توضیح بدی خوشحال میشم، که اصلا چرا موساد باید مثلا به عارف این پول رو میداد که عارف بعد بریزه به حساب روحانی؟ انگیزه اسرائیل چی بود؟ یعنی اسرائیل میخواست که روحانی به عنوان رئیس جمهور آتی ایران انتخاب بشه؟ به نوعی مدیریت میکرد انتخابات رو در ایران؟ ببینید انتخابات در جمهوری اسلامی انجام میشه و جمهوری اسلامی یه انتخابات رو برگزار میکنه و در حال حاضر هم قدرت حاکم بر اون کشور جمهوری اسلامی. اینکه اسرائیل و سایر سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی در پی این باشن که بتونن تا اونجایی که میتونن این جریان رو هدایت کنن طبیعیه، ولی اینکه یک سازمان اطلاعاتی بیاد و پول رو، یعنی بدون اینکه خودش هزینه‌ای کنه، پول رو از ساختار مالی همون کشور برداره
در اون قسمت هایی که میخواد تزریق کنه و اون نتیجه رو بگیره، این یک چیز عجیبیه. ولی این که شما میگید که آیا اسرائیل به دنبال این بوده که آقای روحانی سر کار بیاد، یا حالا در طرف مقابل مثلا آقای سعید جلیلی یا بقیه کسانی که توی اون جبهه تون رو و راست بودن، من نمیدونم واقعا خاص اسرائیل بوده که اینها بیان، یا اینکه نفوذ در اون ساختار قدرت جمهوری اسلامی مسئله بوده. ولی شاید هم واقعا نفوذ موساد تا دفتر ریاست جمهوری و خیابان بهارستان ایران رفته. پس به نوعی ما باید بگیم این سریال تهرانو که ساختن به نوعی میتونه حقیقت داشته باشه، که مثلا موساد اسرائیل با عالی رتبه ترین مقام جمهوری اسلامی در مثلا وزارت اطلاعات سپاه هماهنگ باشن، ارتباط داشته باشن و با همدیگه کاملا هماهنگ عمل کنن، درسته؟ خیلی آره، این میتونه واقعیت داشته باشه، چون اسامی رو که من دیدم در این زمینه شاید اصلا اینقدر عجیب و وحشتناک بود که پیش کس باورش نمیشه. مثلا مثال میگم، علی صدوقی دبیر هیئت دولت در زمان آقای احمدی نژاد، این با یه واسطه داشت از دولت اسرائیل پول میگرفت، بعد پولی که میگم داخل ایران تولید میشد. آقای تقی‌پور وزیر مخابرات، همین آقای آذری جهرومی، این در یک جای دیگه به عنوان مشاور داشته از یک مؤسسه پول میگرفته که این مؤسسه عملا داشته بر اسرائیل کار میکرده. بعد آقای محبیان مدیرعامل پست بانک ایران، آقای یزدی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، اینها همش اسامیه که آدم وقتی اینها رو میبینه واقعا به این مسئله برخورد میکنه که آیا واقعا اون کشور رو دارن این آقایان اداره میکنن، یا فقط دارن اون کشور رو میفروشن و اون کشور رو به فنا میدن. خیلی جالبه که یکی دو روز پیش یکی از دوستان بر من پیامی ارسال کرد در خصوص چینی ها، که در این پیام نوشته شده بود که یک بنده خدایی میره توی یکی از این شرکت های چینی که در ایران احداث شده که کار کنه، میره دنبال کار و اونجا میبینه که چینی ها خودشون قشنگ فارسی صحبت میکنن و مترجم های زیادی دارن. برایش سوال پیش میاد، میپرسه، میگه که آقا شما چینی ها در طول چه مدت موفق شدید فارسی رو اینقدر زیبا یاد بگیرید و اینقدر زیبا صحبت کنید؟ و من متعجبم. یکی بهش بگه حالا بین خودمون باشه، شما میدونید مترجمای چینی کیا هستند؟ میگه که نه. میگه اینا همون طلبه هایی هستند که به قم اومدند و از جمهوری اسلامی پول گرفتند، شام و نهار خوردند در این حوزه های علمیه، 3 سال موندند خوردند و حقوقم گرفتند و بعد 3 سال برگشتند چین، لباس های آخوندیشون رو در آوردن، کت شلوار پوشیدن و الان مترجم فارسی هستند، در این شرکت ها کار میکنند با حقوق بسیار خوب. و اینجوریه که حتی چینی ها هم روی حساب من و شمای ملت ایران به راحتی موفق شدن نفوذ کنن در کشور، و اگر همینجوری پیش بره واقعا من فکر نمی کنم دیگه از ایران چیزی باقی بمونه. بله همینطوره. زنی که من دیدم که دوستیم اشاره کرده که
اطلاعات به نظر نمیاد که بیس منطقی و واقعی داشته باشه. تمامی این اطلاعات بر اساس اسناد و مدارک به دست اومده که اسناد و مدارکش هم در حال حاضر موجوده، ولی حالا خیلی هاش هم قابل ارائه هست. اگر کسی واقعا شک داره در این زمینه، به راحتی میشه اینها رو ارائه داد. زمینی که لیست افراد زیادی وجود داره، افرادی که با واسطه یا مستقیم پول دارن میگیرن و افرادی که حتی نمیدونن که در این پول ها از کجا میاد، چطور به اینها داده میشه. اینها همش طی یک اسناد و طی یک فرایند تحقیقاتی به دست اومده که همش قابل ارائه است. جناب آقای دانیل، در یه جمله، کشور اسرائیل دوست مردم ایرانی یا دشمن مردم ایران؟ ببینید، در نظام سیاسی و در نظام بین الملل اولا دوستی و دشمنی وجود نداره. ما ملت‌هایی رو داریم با منافع مشترک و در جاهای تضاد منافع و تقابل داریم بر سر منافع. اگر با این نگاه که یک نگاه پرگماتیسم و واقع بینانه هست به نظام سیاسی دنیا و به نظام بین الملل نگاه کنیم، کشور اسرائیل مشترکات بسیار زیادی با کشور ایران داره و این مشترکات حالا میتونه همین چیزی رو که تو میگی پریسا عزیز ایجاد کنه، حالا اسمشو میذاریم دوستی یا داشتن منافع مشترک. در از این راستا که نگاه کنیم، بله، کشور اسرائیل منافع مشترک زیادی رو با ایران داره. اسرائیل هم یعنی میتونه یک شریک و یک متحد استراتژیک قوی و دائمی باشه برای کشور ایران آزاد. به باور شما رئیس جمهور آینده ایران چه کسی است؟ جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری که انتخاب شده تا بیاد و 8 سال دیگه زندگی مردم رو به تباهی بکشونه، بیشتر ایران رو بفروشه، فکر میکنین چه کسی است؟ ببینید، خب گزینه‌های زیادی مطرح شدن در زمینه، در این زمینه. خب از سرداران سپاه هستن آقای یک فرد دیگه ای رو که من لازم یادم رفت اینجا، همین آقای حسین دهخان که قبلا وزیر دفاع ایران بود و الان مشاور آقای خامنه‌ای هست و این آقا قبلا در شرکت‌های موبین وابسته به اون کارتل و بنگاه اقتصادی سپاه کار میکرد و همین آقاییه که در ساختن و تشکیل حزب الله خیلی نقش عمده‌ای داشته. همین آقا زمانی که در شرکت موبین کار میکرد، دقیقاً این آدم هم، حالا شاید واقعا خودش هم نفهمیده باشه، چندین میلیارد تومان پول گرفته به واسطه و اسمش جز یک افرادی است که این پول ها رو گرفتن. خب ایشون الان مشاور آقای خامنه ای هستن، از سرداران قدیمی سپاه و میگم از افرادی هستن که نقش بسیار مهمی داشتن در تشکیل و به وجود آوردن حزب الله. خب اسامی مختلفی هست، این آقا هستن، آقای سعید محمد هستند، خب آقای سعید جلیلی هستند، اینها هستند. به نظر میاد که حالا رژیم تصمیمش رو گرفته که یکی از افراد دستش رو توی کلاه شعبده بازیش کنه و این دفعه یک فردی رو که ظاهرا مردم زیاد با اون و سابقه کاری اون آشنا نیستن رو از این کلاه بیرون بیاره. و من بیشتر فکر میکنم گزینه‌هایی که قبلا زیاد توی رسانه‌ها نبودن، خیلی زیاد مردم با آنها آشنا نباشن، شانس بیشتری در این دوره دارن. بله جناب آقای دانیل عزیزم، من چندی پیش با شما صحبت کرده بودم در خصوص خانمی به نام شیرین نجفی،
اگه خاطرتون باشه شیرین نجفی توی پرونده روح الله زم بسیار بسیار نام شنیده میشد، خانمی که چندین بار جلوی دوربین های رسانه های مختلف گفته بود که در عراق، در ترکیه است، بعد متوجه شدیم که الان در ایرانه. خیلی ها گفتن که این همون مثلا پرستویی بوده که باعث گیر انداختن روح الله زم شده. من خاطرم هست که این خانم با شما صحبت کرده بود، قرار بود بیاد در رسانه ما هم توضیح بده و بگه که در ایران نیست و ظاهراً بعدش حاضر نشد که در رسانه ما حضور پیدا کنه. بسیار مشتاقم بدونم که واقعاً شیرین نجفی کیه؟ آیا واقعاً خیانت کرد به روح الله زم و یکی از مسببین گرفتار شدن روح الله زم بود؟ آره، اگه یاد باشه پریسا عزیز، فکر میکنم حتی یه بنر هم برای این قضیه آماده کردیم، برای این برنامه که این خانم بیاد و صحبت کنه. خانم شیرین نجفی، من فکر میکنم سابقه آشنایی ایشون را از طریق خانم شاپرک شجریزاده دارم. ایشون از دوستان خانم شاپرک شجریزاده بودن، از طریق ایشون با من هم آشنا شدن، بعد با من در تماس بودن گاهن و بسیار هم علاقه من بودن که با اسرائیل پارسیوی کار کنن. بعد از اتفاقاتی که افتاد و روح الله زم به اعلام شد خبر دستگیریش، این خانم با من چند بار تماس گرفت، شماره واتساپ من رو داشتن از قبل و با من در تماس بودن. بعد با من تماس گرفتن که من به شدت تحت حمله قرار گرفتم، همه دارن به من نمیدونم حمله کردن، به من میگن که تو برای جمهوری اسلامی کار میکنی، تو داری برای تو در واقع عامل این بودی که روح الله زم گرفتار بشه و اینها، و شما باور کنید که اینطور نیست و من میخوام بیام و اعلام کنم که اینطور نیست. خب در اون مقطع من هم از سوال کردم، گفتم که الان شما کجا هستی؟ من گفت که من در عراق هستم و اینجا گیر افتادم چون با پاسپورت تقلبی اومدم توی عراق و به علت اینکه با این پاسپورت تقلبی اومدم توی عراق الان هیچ کاری نمیتونم بکنم و در واقع گیر افتادم توی عراق، نمیتونم از عراق خارج بشم و نه حتی میتونم از این جایی که خونه‌ای که توش هستم بیرون بیام. من هم به خانم نجفی گفتم خب اوکی، تو اگر مایل هستی، و به شدت اصرار داشت که بیاد و صحبت کنه و اعلام کنه که با جمهوری اسلامی هیچ ارتباطی نداره و دستگیری روح الله زم هم هیچ ارتباطی به این خانم نداره. یک چیزی فکر میکنم حدود 4 یا 5 بار ما تماس تلفنی داشتیم، بعد که گویا تمام این تماس ها از داخل ایران اتفاق افتاده بود. خانم بعد از این تماس ها و اینکه این خانم چیز کرد، خب یک مقدار خود من به این خانم مشکوک شدم و بهشون گفتم که شما در صورتی که دچار این مشکل هستید، من از طریق دوستان آشنایی که دارم این امکان رو دارم که با یکی از سفارتخانه های اروپایی در عراق هماهنگ کنیم، شما مستقیما ماشین سفارت بیاد دنبالتون هر جایی که توی اعلام میکردن که در قسمت کردستان عراق هستن، ماشین سفارت بیاد دنبال شما، شما رو سوار کنه ببره بری سفارت و سفارت هم یه سری اوراق و مدارک برات تهیه کنه که فعلا بدونید از عراق خارج شدید پیدا تا بعد هم حالا تصمیم بگیرید که میخواید چی کار کنید. ایشون گفت خیلی خوبه با اینها، چند مورد با من قرار گذاشتن که مثلا در این روز ماشین بیاد دنبال من، در این روز ماشین بیاد دنبال من، که عملا هیچ اتفاقی نیفتاد و در هیچ کدوم از اون روزها این مسئله تیز نشد، محقق نشد و بعد هم تماسیشون قطع شد و مشخص شد که ایشون در ایران هستند. و به اطلاعات بعدی هم که به دست خود من رسید این بود که از طریق فشاری که حالا روی این خانم آورده بودند و گویا
چون این خانم مثل اینکه فرزندی داخل ایران داشتن و فشارهایی که در این زمینه بوده و حالا قولهایی که بهش داده بودن در واقع این کار رو کردن و تمام اطلاعات مربوط به اپوزیسیون ایران رو هم تونستن به راحتی در اختیار سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی بذارن. واقعا باعث تأسفه، باعث تأسفه که ما این همه خائن داریم در جامعه ایرانی و به باور من هیچ چیزی قابل توجیه نیست. اینکه بعضی میگن مادرم اونجا بود، پدرم اونجا بود، برادرم بود، خواهرم بود، به خاطر این همکاری کردم، هیچ چیزی، وطن فروشی، خیانت به باور من قابل توجیه نیست. و جناب آقای دانیل عزیز، یکی از دوستان برای ما نوشته در کامنت ها، اشاره کرده به این موضوع که در فاکس نیوز از قول یک منبع خبری چنین اومده که هر ایرانی که با اسرائیل تماس داشته باشه زندانی، شکنجه و اعدام میشه. یعنی اینو تو شبکه خبری فاکس نیوز گفتن. چرا انقدر جمهوری اسلامی وحشت داره که شهروندانش با اسرائیلی ها در ارتباط باشن یا با رسانه اسرائیل، با توجه به اینکه این همه موساد در بدنه نظام مشغوله و فعاله؟ یک کار خیلی بهمقانه ایه، چون طبق یکی از اخباری که من خوندم چند وقت پیش، تقریبا از هر 50 سردار سپاه یک نفرشون داره برای اسرائیل کار میکنه، با سازمان اطلاعات امنیت موساد در ارتباط هست. اینا در اون قسمت عملا دیدن که هیچ کاری نمیتونن بکنن، حالا نگران این هستن که یک شهروند عادی حالا بخواد ارتباطی داشته باشه، تماسی بگیره، احیانا اگر فامیلی، بستگانی کسی رو در اسرائیل داشته باشه با اون در تماس باشه. و یکی دیگه از کارهای احمقانه جمهوری اسلامیه. ولی میگم یک خبر جالبی که وجود داشت در این زمینه اینه که از هر 50 سردار سپاه یک نفر با سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل در ارتباط هست. تو این یکی دو روز اخیر یک خبر بسیار مهمتری هم در شبکه‌های اجتماعی پخش شد در خصوص هواپیمای اوکراینی که سپاه پاسداران اون رو هدف قرار داد و متلاشی کرد، که خب تعداد زیادی از خانواده ها رو داغدار کرد و فاجعه بود، واقعا یک فاجعه ضد بشری بود که از همون ابتدا خب همه می دونستن که جمهوری اسلامی عمدن تعمدن به این هواپیما شلیک کرده. حتی خود خانواده های قربانیان هم این رو بارها گوشزد شدن و شنیدم که آقای شمخانی خودش اعتراف کرده به یک مقام اوکراینی، این رو گفته که ما به خاطر کاهش تنش‌ها بین آمریکا و ایران تصمیم گرفتیم که این هواپیما رو منفجر کنیم. در این زمینه اطلاعات شما چیه؟ آخرین اطلاعاتی که من در این زمینه درستم به دست بیارم چه به دو ماه پیش، یک سری به افرادی رو که حالا باشون در تماس بودیم و در همین زمینه بررسی و به دست آوردن مطالعه‌ای که در زمینه نقش سازمان موساد در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داشتیم انجام میدادیم، یه سری اطلاعات در اون زمان به دست من رسید که آره، این عملیات و این حرکت یک حرکت کاملا عمدی و مشخص بوده و با هماهنگی انجام شده. یعنی به صورت مشخص جلسه تشکیل میشه، در اون جلسه تصمیم گرفته میشه که این هواپیمای مشخص و به خصوص رو بزنن، منفجر کنن، منهدم کنن. بعد چندین پرواز دیگه هم بوده در اون زمان. خب اینها بر اساس یه سری حالا باورهایی که داشتن این پرواز مشخص رو انتخاب کردن. خب پرواز رو میدونستن متعلق به کشور اوکراین هست، کشور اوکراین به علت درگیری که با روسیه داره و به علت اون دخالتی که روسیه در
مسائل داخلی این کشور میکنه، عملا اون قدرت و اون قدرت کافی از نظر بین المللی برای غوغا کردن و هیاهو رو نداره و به راحتی میشه که مثلا باور اون جلسه رو دارم میگم، به راحتی میشه با پرداخت یه دیه یا هر چیزی این قضیه رو بست. علت چی بود برای اینکه این کار رو انجام بدن؟ جمهوری اسلامی کاملا باور داشت که بعد از حمله‌ای که به اون پادگان در عراق انجام میشه، امریکا یک سری از نقاط رو در داخل ایران مورد حمله قرار میده. اولا که اینها آسمان ایران رو نبستن که در وهله اول از یک سپر انسانی استفاده کنن برای پروتکت کردن و محافظت کردن از خودشون. مطلب بعدی باورشون این بود که ما این هواپیما رو میزنیم، خب در صورتی که حمله امریکایی یا حمله بسیع باشه اعلام میکنیم که این از جانب امریکایی ها مورد اصابت قرار گرفته، در صورتی هم که به اون ترتیب نباشه و نتونیم اعلام کنیم که از جانب امریکایی ها انجام شده، با این توجیه که به علت حمله‌ای که امریکا داره انجام میده پدافند هوایی ما در جهت رصد و خونسار کردن موشک‌های امریکایی یا پرنده‌های امریکایی که می‌خواستن حمله کنن داشته کار می‌کرده، تداخلی به وجود میاد و این هواپیما رو می‌ذاره، به قضیه به این ترتیب توجیه میشه. حالا در اون سمت قضیه، خب آقای ترامپ خیلی رفتار معقولانه ای از خودش نشون داد و هیچ حرکتی نکرد و عملا این حرکت، هیچ حرکتی از سمت دولت امریکا باعث شد که این نقشه جمهوری اسلامی خیلی زود رو بشه. ولی اون چیزی که واقعیت داره و اون چیزی رو که من متوجه شدم در تماس ها و در صحبت هایی که با افرادی که داشتم که حالا در این زمینه تحقیقات من کمک میکردن، این هواپیما به صورت مشخص انتخاب شده بود، با برنامه ریزی مورد حمله قرار گرفت و بهانه‌ای هم که جمهوری اسلامی داشت این بود که یا اعلامش از طرف موشک‌های امریکایی و پرنده‌های امریکایی مورد اصابت قرار گرفته و یا اینکه سیستم پدافند هوایی ایران زمانی که موشک‌ها و یا پرنده‌های هوایی امریکا اومدن در زمان رهگیری و منهدم کردن اونها اشتباهاً این رو هم منهدم کرده، که بسیار دلیل احمقانه و غیر منطقیه، چون کشوری که داره حمله موشکی میکنه و از اون طرف انتظار یک حمله و پاسخ هم داره، اولین و ساده ترین کاری که باید انجام بده اینه که آسمان هوایی آسمان خودش رو به سوی به روی پروازهای تجاری و مسافری ببنده. این حداقل کاریه که هر کشوری که پایبند به موازین و قواعد بین الملل باشه باید انجام بده، که اینها این کارو نکردن. بله، میدونم که خسته شدین آقای دانیل. من همیشه دوست دارم سوالات زیادی رو مطرح کنم، چون میدونم زمینه دانسته های شما، اطلاعات شما بسیار وسیعه. من یکی از کسانی بودم که هرگز باور نمی کردم آقای بایدن در مقام ریاست جمهوری آمریکا بر مسند قدرت بشینه، حتی تا آخرین لحظه هم باور نمی کردم، در این حد که هنوزم باور نکردم که این بایدنه که رئیس جمهور آمریکاست. واقعا پشت این سیاست انتخابات گذشته آمریکا چه خبره؟ آیا واقعا روس‌ها دخالت کردن و بایدن رو سر کار گذاشتن؟ چینی‌ها دخالت کردن تو این انتخابات؟ چه اتفاقی افتاد که ترامپ 4 سال موند و با اینکه اینقدر محبوبیت داشت، اینقدر دوستش داشتن و من خودم به وضوح شاهد و ناظر بودم که خیلی از دوستان از آمریکا زنگ می‌زدن حتی گریه می‌کردن که چرا ترامپ انتخاب نشده، و هنوز هم که هنوز ما میبینیم که تصاویری از گرد همایی ترامپ در بین جمهوری خواهان منتشر میشه تو شبکه‌های اجتماعی که نشون میده هنوز ترامپ با جمهوری خواهان ارتباط بسیار خوبی داره.
ظاهراً نمیخواد کنار بکشه از عرصه سیاست. و من سوالم اینه، واقعاً چه اتفاقی افتاد و شما آینده یا آمریکا رو چطوری میبینی؟ آیا بایدن میتونه ادامه بده؟ ما دیدیم که از یک پله هواپیما میخواست بالا بره، چند دفعه زمین خورد. از نظر جسمی، از نظر روحی توانایی ماندن در این اقتدار رو نداره، یعنی نمیتونه در این سمت بمونه. و آیا بعد از اون آمریکایی‌ها موافقن که کاملا هریس رئیس جمهور بشه؟ بعضیا میگن نه آقا ترامپ برمیگرده و همچنان امیدوارن که ترامپ برگرده. شما چی میگی؟ پس عزیز، خب من ماهیتاً و بر اساس یه سنت کلاً آدمی هستم که به ریپابلیکن ها و جمهوری خواه بیشتر نزدیکم و باورم بیشتر به اون سمته. من هم فکر میکنم که ما باید منتظر ریاست جمهوری اولین زن هیسپانیک تبار تاریخ امریکا باشیم. بعد از این خانم کاملا هریس رئیس جمهور آمریکا خواهد شد، درسته؟ من واقعا نمیدونم که چه اتفاقی قرار بر آقای بایدن بیفته، ولی احساس میکنم که دوره آقای بایدن تلفیقی است از سیاست جمهوری آقای بایدن و خانم کاملا هریس. بله، من شنیدم که همین الان هم خیلی از تصمیمات به دست خانم کاملا هریس گرفته میشه، خیلی از کارها رو واقعا اون انجام میده. ولی این اختلافات داخلی آمریکا همچنان بر قوت خودش باقی است. ما همین چند روز پیش یک مصاحبه دیدم که یکی از وکلای آقای ترامپ، نه خانم نیکی هیلی، حالا بگذاریم از وکلای ترامپ، خانم نیکی هیلی در شبکه، اگه اشتباه نکنم فوکس نیوز بود، اومد صحبت کرد در این خصوص که ما باید با تمام قدرت جلوی کاملا هریس رو بگیریم و اجازه ندیم که اون بشه رئیس جمهور آتی آمریکا، به خاطر اینکه نمیتونه به هیچ عنوان مدیریت کنه. همین الان ببینید شرایط کسانی که پناهجویانی که دارن وارد آمریکا میشن به صورت غیرقانونی و گرسنه هستن، کار ندارن. و خانم کاملا هریس بدون اینکه به اینها توجه کنه فقط خوشحاله که اینا وارد آمریکا شدن، و اگه بخواد اینجوری پیش بره حتی ممکنه که خیلی از ایالت‌های آمریکا تصمیم بگیرن راهشون رو از آمریکایی‌ها جدا کنن و برای خودشون به صورت منحصر به فرد در واقع سیاست‌های خودشون رو دنبال کنن. از جمله تگزاس یکی از ایالت‌هایی که این رو عنوان کرده و گفته که اگر این چنین باشه اصلا نمیخواد ادامه بده با آمریکا. شما چی فکر می‌کنی؟ در مورد آمریکا، اون چیزی رو که من می‌بینم و اون چیزی که از نگاه من بسیار خطرناکه و مسئله سازه، حالا جدایی از این که در امریکا بخواد خانم کاملا هریس باشه یا آقای جو بایدن و سیاست‌هاشون سیاست‌های یکی از این دوتا باشه یا تلفیق از هر دو اینها، پس از امریکا داره یک بازی خطرناک دیگه رو شروع میکنه. در زمان آقای اوباما امریکا با یک عقب نشینی غیر مسئولانه و عقب نشینی که در زمان مناسب انجام نشد از عراق، شرایطی رو ایجاد کرد که جمهوری اسلامی تونست وارد عراق بشه، حکومت رو کاملا قبضه کنه، آقای نوری المالکی رو مثل یک عروسک خیمه شب بازی در دستش بگیره، نارضایتی رو در بین سنی ها و بحثی های عراق به وجود بیاره که این نارضایتی نهایتا منجر به تشکیل داعش و تمام معضل و مسئله‌ای که داعش به وجود آورد رو شد. حالا جدا از اینکه کی میخواد الان تصمیم بگیره و کدوم یکی از این دوتا نقش‌عمده‌ای رو دارن، امریکا یک بازی خطرناک دیگه رو که شروع کرده، در این زمان همین
حرکتی رو که یک بار تجربه کرده، نتایجش رو دیده، داره در افغانستان انجام میده و با ایجاد یک خلأ قدرت در افغانستان و انداختن افغانستان به دامان جمهوری اسلامی و پاکستان، فکر میکنم باید منتظر یک گروه تندروی افراطی جدید باشیم که کلی وقایع و اتفاقات وحشتناک رو به وجود بیاره. ولی در زمینه مسائل داخلی امریکا من واقعا تخصصی ندارم که بتونم به صورت دقیق جوابتون رو بدم. سپاسگزارم از توضیحات دانیل نازنین و ممنونم از اینکه وقتت رو در اختیار تلویزیون پارس اسرائیل قرار دادی و اگر در مورد موضوع اصلی برنامه صحبت دیگری هست خوشحال میشم که بشنوی. فکر میکنم این صحبتهایی رو که گفتم سرنخ‌های بود که کسانی که تا یه حدی آشنایی دارن با این شرایط میتونن از این سرنخ‌ها خیلی چیزهای دیگر رو بفهمن. توی کامنت ها هم دارم همزمان نگاه میکنم، دوستی زده بود که بر اساس این آماری که من گفتم 50 از بین هر 50 سردار یک نفر 4 میلیون جاسوس داره. دوست عزیز من نگفتم از بین 50 سپاهی، 50 سردار رو گفتم، یعنی از بین هر فرمانده ارشد سرداران سپاه، نه از بین هر سپاهی. مثلا یه سپاهی که داره توی نمیدونم قسمت مرزی داره نمیدونم یه کاری انجام میده، قاعدتا فکر نکنم و چیز خاصی باشه که بخواد با اسرائیل کار کنه، ولی از بین سرداران سپاه از هر 50 نفر یک نفر کار میکنه برای در ارتباط است با اسرائیل. این موضوع خیلی موضوع بازیه. فکر میکنم یک چیزی بیشتر از 10,000 صفحه اطلاعات هست که امروز من دارم در این زمینه، دارم همینطور اینها رو مرتب میکنم تیکه تیکه و حالا هر جایی که باز به یک جمع‌بندی برسم دوباره سعی میکنم یه برنامه‌ای داشته باشیم اونها رو در اختیار مردم قرار بدیم، مردم ایران هم در جریان باشن. این چیزهایی که ما گفتیم از این جهت بود که بدانند که این اقتداری که جمهوری اسلامی از اون دم میزنه، این مترسکی که ساخته برای مردم ایران یک مترسک پوشالیه. این اقتدار یک اقتدار پوشالیه. نترسید از این اقتدار، نترسید از این چیزی که به شما نشون میدن. جمهوری اسلامی از لحاظ امنیتی و اطلاعاتی بسیار با رفته تر و به هم ریخته تر از اونی هست که مردم حتی بتونن تصورش رو بکنن. خیلی جاها واقعا اگر یه سری اتفاقات هم نمیفته عملا دارن سیستم های اطلاعاتی امنیتی سایر کشورها کمک میکنن در جهات رسیدن به اهداف خودشون. مثلا سیستم اطلاعات امنیت روسیه گاهن میاد یه سری اطلاعات و اخبار رو در اختیار ایران قرار میده فقط به خاطر تامین منافع خودش. چون فکر نکنید این دستاورد و نتیجه سیستم های اطلاعاتی امنیت ایرانه. اینها در واقع به گاهی اتفاقاتی هم که میفته نتیجه شاید کمک هایی هست که از سایر سازمان های اطلاعاتی میگیرن. اقتدار بسیار پوشالی داره، از این اقتدار نترسید و اگر فکر میکنید این حکومت حکومتی نیست که لیاقت شما رو داشته باشه و نماینده شما در سطح بین الملل باشه، خب فکر میکنم زمان مناسبیه که دست به اقدامی بزنید و امیدوارم که اتفاقات خوب تون کشور کرد. بله سپاسگزارم از شما دانیل عزیز. و یک سوالی که خودم دارم، آخرین سوال در مورد سازمان مجاهدین خلق که من بهشون میگم مزاحمین خلق، که سازمانی است که گاهن به ما ثابت شده که با جمهوری اسلامی حتی همراستا عمل کرده، همکاری کرده در برخی مقاطع و ولی در بین سران آمریکایی بسیار نفوذ کردند. من میبینم که خب شما اشاره کردید به یک نقطه‌ای که حتی سازمان‌های اسرائیل هم با این سازمان مزاحمین خلق در ارتباطن.
در حالی که همه میدونن که سازمان مجاهدین خلق به هیچ عنوان در بین مردم ایران جایگاهی ندارند. یعنی مردم ایران اگه از 100 نفر شما سوال کنی، شهروندان ایرانی در مورد این سازمان بپرسی، همگی از نظرشون منفور به نظر میاد، همه مخالف این سازمان هستن و اینقدر خاطرات بد و زشت و کریه در ذهن ما مردم ایران از این سازمان مجاهدین خلق وجود داره که میتونیم بگیم که مقابلش یه نقطه مثبت ندیدیم تا حالا. چرا فکر میکنین کشورهای دولت مردانی مثل آمریکا، توی آمریکا و گاهن خب اسرائیل که خودتون نام بردید، چرا سازمان مزاحمین خلق رو به عنوان یک ارگان اپوزیسیون میپذیرن، چرا قبول میکنن؟ یک واقعیتی وجود داره در زمینه جامعه شناسی سیاسی و این است که دولت ها اپوزیسیون های خودشون رو می سازن. من واقعا خوشحال نمیشم این رو بگم، ولی ببینید، اولا همون در هم ریختگی و آشفتگی که در جمهوری اسلامی وجود داره، وقتی که میای این سمت هم میبینی واقعا واقعیتیه، دولت ها اپوزیسیون های خودشون رو می سازن. در بین اپوزیسیون خارج از کشور هم وجود داره، این خیلی جای تأسف داره. در این بلبشو و در این آشوبی که وجود داره که همه دارن به هم فوش و باد و بیرا میدن و به جای اینکه به فکر یک حرکتی در داخل ایران باشن در جهت تخریب هم دیگه هستن، تنها سازمانی که برها به عنوان یک سازمان داره یک چارت و یک ساختار سازمانی و یک شرایط مشخصی هست، سازمان مجاهدین خلقه. امروزه پریسا، اگر نمیدونم هر دولتی در دو گوش و کنار دنیا بخواد به دنبال اپوزیسیونی بگرده که با اون اپوزیسیون وارد صحبت بشه، با اون اپوزیسیون ارتباطی برقرار کنه، عملا غیر از سازمان مجاهدین خلق هیچ چیزی وجود نداره. یعنی تو الان به من نمیتونی بگی که دنیل یک اینطور سازمانی با یک اینطور ساختار مشخص و معین و تعیین شده وجود داره که مثلا اگر دولت اسرائیل بخواد بیاد با اون صحبت کنه میدونه که این ساختار داره، این یک طبقه بندی داره، یک شرایط مشخصی داره و تو میتونی با اون صحبت کنی. متاسفانه اینطور چیزی وجود نداره و تنها سازمانی که این ویژگی ها رو داره، منهای این که چقدر در بین مردم ایران جایگاه داشته باشه یا نداشته باشه، مردم ایران چطور از اون یاد کنن، در حال حاضر سازمان مجاهدین هست. اینه که فکر میکنم نبودن هیچ گزینه دیگه ای همه رو به این سمت هدایت میکنه که با سازمان مجاهدین بخوان صحبت کنن، در ارتباط باشن. بله، سپاسگزارم. من متقاعد شدم، واقعا متاسفم از اینکه ما یک اپوزیسیون فعال، مقتدر و وطن پرست نداریم همچنان، و از همین ضعف هم هست که جمهوری اسلامی 43 سال بر مسند قدرت باقی مونده. سپاسگزارم دنیل عزیز از اینکه وقتت رو به ما دادی، بسیار استفاده کردیم. صحبت‌های شما، مطالبی که مطرح کردید، بسیار بسیار قابل بحثه و خوشحال میشیم که در برنامه دیگری باز بتونیم اطلاعات دیگری رو از شما کسب کنیم در مورد نفوذ موساد در داخل ایران و اتفاقاتی از این قبیل. حتما، من هم خیلی خوشحال شدم و آرزوی اوقات بسیار خوبی برای تو دوست عزیز و سایر بینندگان و شنوندگان اسرائیل پارسی دارم. سپاس از مهرتون، باهاتون بدرود میگم تا دیداری دوباره. خدا نگهدارت باشه دنیل عزیز و ایام به کامت. وقت بخیر. وقت خوش. بله، اینم بود از برنامه‌ای با دنیل عزیز که مطالبی عنوان شد، هرچند تلخ برای من و شما ایرانی بود ولی واقعیت بود،
دوستان، واقعیتی که انکارناپذیره، واقعیتی که خوبه از خودمون شروع کنیم، خودمون رو اصلاح کنیم تا بتونیم کشورمون رو از چنگال ضحاک صفتان پس بگیریم. یعنی تنها چاره همینه. اگر میرن کشورهای مختلف با سازمان مجاهدین خلق وارد مذاکره میشن، وارد صحبت میشن به عنوان اپوزیسیون، که ما همگی میدونیم سازمان مزاحمین خلق چه کسانی هستند و جای لازم به توضیح نیست. دلیلش اینه که ما یک اپوزیسیون منسجم نداریم و متاسفم بگم که جمهوری اسلامی رخنه کرده حتی در اپوزیسیون خارج از کشور، حتی در بین افراد میهن پرست، و این منیت ها، این منمن کردن ها، تمام این حسادت ها و تمام این دعواها بر سر کرسی و مال و اموال باعث شده که ما امروز در چنین آتشی گرفتار باشیم و حکومت منفور جمهوری اسلامی همه ایران رو بفروشه و ما هم هیچ کاری از دستمون عملا بر نیاد که انجام بدیم. بنابراین نه تنها اسرائیل، بلکه همه ما میدونیم روسیه، چین، عربستان در ایران قدرت دارن، در ایران نفوذ دارن و من و شمای ایرانی هیچ کاری از دستمون بر نمیاد بکنیم به جز این که با هم متحد بشیم، به خیابونها بریزیم و تکلیف این حکومت رو کف خیابونهای ایران مشخص کنیم. این تنها راه چاره است. چین، روسیه، اسرائیل، عربستان، آمریکا، همه دنیا وقتی که ببینن مردم ایران این حکومت رو نمیخوان، اینقدر کف خیابون بمونیم تا دیده بشیم. چند نفر رو میتونن بکشن؟ از بین 10 میلیون جمعیت چند نفر رو میتونن بکشن؟ باید ایستادگی کرد، باید استقامت کرد، باید پشت هم باشیم تا بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. خب سپاسگزارم از همه شما نازنینان که تا این لحظه، تا این پاسی از شب، میدونم در اروپا، در آسیا الان دیر وقته، سپاس که با من بودید و تا فردا راست ساعت 5 بعد از ظهر وقت اسرائیل، 7 صبح لس آنجلس، 10 صبح نیویورک و 4 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، 6:30 بعد از ظهر ایران، همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. بدرود میگم. تا ابد جاوید شاه، پاینده ایران.